درود بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. برخی از آدم ها خیلی زود عاشق میشن و برخی دیگه دیر. برخی بهش در نگاه اول اعتقاد دارند و برخی دیگه تا طرف مقابلشون رو نشناسند نمیتونن حسی نسبت به او داشته باشند. به طور خلاصه هر فردی به شیوهی خاص عاشق میشه. اگه شما هم دوست دارید بدونید که متولدین موهای مختلف در چه شرایطی و عاشق چه تیپ شخصیتی میشند، در ادامه تا انتهای ویدیو با من رکسانه افشار همراه شوید. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، همین حالا ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشید. فروردین، زمانی که با فردی قدرتمند روبرو بشه. متولدین ماه فروردین به هیچ وجه عاشق افراد ضعیف نمیشند، بلکه برعکس، قدرت هست که اونها رو جذب میکنه. اونها افرادی مستقل هستند که میتونن به راحتی برای انجام هر کاری روی پای خودشون بایستند. اونها بلند پرواز هستند و برای رسیدن به هدفشون اراده بالایی دارند. از این رو به دنبال فردی میگردن که مانند خودشون یا حتی قوی تر از خودشون باشند. اونها دوست ندارن که شریک زندگیشون از مدیر بودن یا دیگر چالش های زندگی هراس داشته باشد. معلوم نیست که اونها کی عاشق میشند، اما این اتفاق چندان هم دور نیست، زیرا اونها دوست دارن که هرچه سریعتر اطرافشون رو با افرادی با انگیزه و قوی پر کنند. متولدین اردیبهشت، زمانی که با شخصی احساس راحتی کنند. اگرچه اردیبهشتی ها گاهی لجباز و یک دنده میشند، اما در کل دیگران دوست دارند که با اونها در ارتباط باشند، زیرا در کنار اونها احساس راحتی میکنند. متولدین ما اگر از شرایط اطرافشون راضی نباشند، غر نمیزنند. از کنار مشکلات به سادگی میگذرند و زندگیشون رو بر وفق مرادشون پیش میبرند. به همین دلیل هست که دوستان زیادی دارند و همیشه دورشون شلوغ هست. اونها افراد راحتی هستند. از این رو به دنبال فردی مثل خودشون میگردن که با او احساس راحتی کنند. از اونجا که دوست ندارن آخرین مجردهای روی زمین باشند، هرچه سریعتر نیمه گمشدهشون رو پیدا میکنند و مسیر زندگیشون رو در کنار او میگذرونند. متولدین خرداد، زمانی که فردی رو بیابند که همراهشون باشد. خردادی ها سرشار از انرژی هستند. اونها از ماجراجویی لذت میبرند و زمانی که در پی هدفشون هستند، خوشحالترین افراد روی زمین هستند. اونها از تکرار و روزمرگی های زندگی بیزار هستند و در عوض تنوع میخواهند. به همین دلیل مدام خودشون رو در چالش های مختلف قرار میدهند. نیمه گمشدگی اونها نیز باید فردی پر انرژی باشه که او را در تمام مراحل زندگی همراهی میکنه. اگرچه ممکنه که اونها با افراد زیادی آشنا بشند، اما عشق زندگیشون رو به سادگی به دست نمیارند. آنچه آنها را جذب میکند نه زیبایی، بلکه همراهی در قدم به قدم زندگی هست. متولدین تیر، زمانی که شریک زندگی ایدئالشون رو بیابند. متولدین ماه تیر افرادی به شدت احساساتی هستند. اونها عاشق خانواده هستند و تشکیل زندگی و بچه دار شدن از آرزوی اونهاست. از آنجا که همدلی، صبوری از خودگذشتگی و عشق‌ورزی از خصوصیات بارز اخلاقی اونهاست، میتونن یک شریک زندگی ایدئال و مادر یا پدری نمونه باشند. بنابراین زمانی عاشق میشن که بتونن زندگی مشترکی خودشون رو با عشقشون آغاز کنن. برای بسیاری از افراد این اتفاق در 25 یا 26 سالگی، در برخی مواقع دیگه در 30 سالگی رخ میدهد. عاشق شدن متولدین تیرما بستگی به فرهنگ و بعض خانوادگی اونها داره. در هر صورت هر زمان که شرایط ازدواج رو داشته باشن دست به کار میشوند. متولدین مرداد، وقتی که از خوشگذرونی خسته بشن. مردادی ها افراد اجتماعی هستند که مدام وقت خودشون رو در مهمانی به سر میبرند. افراد جدید رو ملاقات میکنند و همیشه مرکز توجه هستند. اونها قلب بزرگی دارند، اما به این سادگی عاشق نمیشند. عاشقی برای اونها تنها در زمان رخ میده که از خوشگذرونی های دوران جوانی خسته بشن و به دنبال یک زندگی باثبات تر باشند. اونها دوست ندارن که استقلال و آزادی خودشون رو از دست بدند. به همین دلیل در سن بالا عاشق میشند. متولدین شهریور، اگر فردی با استانداردهای اونها همخوانی داشته باشد. زمانی که صحبت از عشق عاشقی میشه، متولدین ماه شهریور استانداردهای سختی برای طرف مقابلشون قائل میشند. اونها به دنبال فردی کامل و همه چیز تمام میگردند و همین دلیل به سادگی در دام عاشقی نمیافتند. اونها ترجیح میدن تنها باشن تا اینکه با فردی که با استانداردهای اونها شباهت نداره وارد رابطه بشن. صبر اونها در این زمینه زیاد است، اما مطمئن هستن زمانی که وارد رابطه بشن از هر نظر از انتخابشون راضی و خوشنود هستند.
متولدین مهر ماه. زمان زیادی طول نمیکشه که متولدین ماه مهر عاشق بشن، زیرا اونها عشق رو در بخش مهمی از زندگیشون میدونند که بدون اون زندگیشون مفهومی نداره. اونها عشق رو ساده میگیرن، به همین دلیل تنها کمی محبت از سوی طرف مقابلشون کافی است تا دل خودشون رو ببازند. آنچه آنها رو تحت تاثیر قرار میدهد محبت و رمانتیک بودن است که اونها رو در رابطه عاطفی به زانو در میآورد. بنابراین مهم نیست که هدیه که برای اون میخرید ارزان باشه یا گرون. در هر صورت آنچه برای اون اهمیت داره رمانتیک بودن هست. متولدین آبان، زمانی که کسی اونها رو درک کنه. متولدین آبان دوست دارن که حرفاشون شنیده و به همون نسبت درک بشند. به همین دلیل به محض اینکه احساس کنن طرف مقابلشون اونها رو درک نمیکنه، مکالمه یا ارتباطشون رو با طرف مقابل تمام میکنند. زمان برای اونها اهمیت زیادی داره، به همین دلیل دوست ندارن که لحظه ای اون رو تلف کنن. آبانی ها زمانی عاشق میشن که احساس کنن طرف مقابلشون به خوبی اونها رو درک میکنه. اگرچه این کار از هر کسی ساخته نیست، اما در نهایت فرد ایدار در مقابل راهشون قرار میگیرد. در واقع اونها تنها به فردی که به حرفاش احترام میذاره چراغ سبز نشون میدند. متولدین آذر، زمانی که خودشون رو بشناسن. متولدین آذر دوست دارن که مستقل باشن. اونها از تکیه کردن به دیگران بیزارند. به همین دلیل تن به رابطه هایی که اونها رو محدود کنه نمیدند. اونها عاشق کشف و اکتشاف هستند و دوست دارن که از محیط اطرافشون چیزهای بیشتری بیاموزند. به بیان دیگه اعتقاد دارن که تا خودشون رو نشناسن نمیتونن فرد دیگه ای رو خوشبخت کنن. به همین دلیل تنها زمانی که به خودشناسی کامل برسن به سراغ فرد دیگه ای در زندگیشون نمیگردند. تا ارزش های زندگیشون رو نشناسن، تا راه های شاد بودن رو نیابند یا از برنامه آیندهشون آگاه نباشن دل نمیبندند. البته این به این معنی نیست که آذری ها دیر عاشق میشن. اتفاقا از اونجا که اونها به خوبی از خواستهای دلشون آگاهند، خیلی زود عشق زندگیشون رو پیدا خواهند کرد. متولدین دیما، زمانی که به اهدافشون رسیده باشن. دیمایی ها میدونن که از زندگی چی میخوان، به همین دلیل برای رسیدن به اونها تمام تلاششون رو میکنند. اونا عاشق کار کردن و پول درآوردن هستند، به طوری که میتونن سالهای سال روی یک پروژه کار کنند تا نتیجه اون رو ببینند. موفقیت در راهی که در پیش گرفتن برای اونها اهمیت زیادی داره. از این رو از انجام کارهایی که مانع از پیشرفتشون بشه خودداری میکنند. اما پس از آنکه به اهداف خودشون دست یافتن، در کارهاشون به ثبات رسیدن، به دنبال دیگر هدفهای زندگی از جمله پیدا کردن عشق زندگیشون میگردند. متولدین بهمن ماه، زمانی که هیچ کس انتظارش رو نداره. برای متولدین ماه بهمن مهم نیست که دیگران در مورد اونها چه فکری میکنند. اونها هر کاری که از نظر خودشون درست هست رو انجام میدن. عشق عاشقی برای اونها نیز چنین هست. آنجا که همه نگاه ها روی متولدین بهمن است و قلبشون رو به روی فردی بگشایند، اونها هیچ کاری نمیکنند. اما درست اونجا که هیچ کس انتظارش رو نداره، دلشون میلرزه و عاشق میشند. به بیان دیگه بهمنی ها دوست دارن دیگران رو سورپرایز کنن. اگر میخواهید این افراد عاشق خودتون کنید، نباید به اونها فشار بیارید، زیرا اونها زیر بار حرف زور نمیرند. در واقع اونها تنها در شرایطی که هیچ فشار و اصرار روشون نباشه عاشق میشند. اسفند، زمانی که احساس آزادی کنند. فردی که اسفندی ها عاشقش میشند باید آزادی کامل رو در اختیارشون قرار بدند. زمانی که اسفندی ها در محدودیت قرار میگیرند نمیتونن به خوبی عمل کنند. به همین دلیل از این وضعیت گریزان هستند. این آزادی نه تنها فیزیکی بلکه روحی و احساسی نیز هست. اونها باید بتونن آنچه در ذهن و دلشون میگذره رو به راحتی به زبون بیارند. از آنجا که متولدین این ماه افراد خیال پرداز هستند، باید فضای کافی برای روی پردازیشون داشته باشند. دوستان عزیز، نظرت خودتون رو برای ما کامنت کنید و بگید متولد چه ماهی هستید. و اگر هم ویدیو رو دوست داشتید، فراموش نکنید لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.